ابتدا آقای دکتر بنی صدر از این موضوع کلی آغاز کنیم که از دید شما نقش روحانیت در 28 مرداد تا چه اندازه بود؟ تر از دید اسناد بگوییم که نقش این روحانیان، بعضی البته از روحانیان در کودتای 28 مرداد چه بوده؟ اون اسناد یکی گزارش CIA است در باب همون کودتا. بنابر اون گزارش در شب 26 مرداد یعنی 25 مرداد شب این کودتا شکست میخوره، به طوری که روز 26 مرداد به روزولت و دیگر امریکایان دستن در کار کودتا دستور داده میشود که دنبال نکنن کار رو و کشور رو ترک کنن. در 28 مرداد دو آیت الله، یکی آیت الله بهبهانی و یکی آیت الله کاشانی، با راه انداختن گروه های چماردار که به گروه های از ارتشیان هم به اونها پیوستن، کودتای شکست خورده رو به موفقیت رسوندن. این رو گزارش CIA میگه. بنابراین این نقش تعیین کننده رو این دو آیت الله داشتن. اما آیه بنی صدر، دکتر مصدق که با همراهی و حمایت آیت الله کاشانی به نخست وزیری رسیده بود، چرا در روز 27 در پاسخ به نامه حمایت آقای کاشانی واکنش سردی نشون داد و اعلام پشتیبانی او رو لازم ندونست؟ عرض کنم اون نامه جعلی است. جعلی بودنش هم اول بار، چون در تمام طول مدتی که تا انقلاب پیروز بشود و من به ایران برگردم، اثری از این نامه در جایی نبود. اون زمان این در یک جلسه ای که کسانی اون نامه رو ارائه کردن، گفتن به اینکه این نامه رو مرحوم کاشانی به مرحوم مصدق نوشته و اون این جواب سر داد. نامه رو من دیدم خط پسر او شمس المعالی است. گفتم این خط آقای کاشانی نیست، خط پسر اوست. اولا ثانیا به اینکه محتوای نامه میگوید به اینکه این بعد از 28 مرداد نوشته شده، نه قبلش. برای اینکه قبلش از کجا شما این اطلاع رو داشتی؟ خیلی چیزا تو نامه است که روشن میکنه که این نامه بعد از 28 مرداد نوشته شده. علاوه بر اینکه جواب مصدق هم جوابی نیست که بیان کننده طرز فکر و رویه او باشه، برای اینکه اون نامه نه در جایی ثبت شده، به اصطلاح در دفتری نه شماره داره، نه اون جوابی که مصدق داده است جواب به اصطلاح نخست وزیری است که این از پیش میدانسته است که روز بعد چه خواهد شد یا چه نخواهد شد. بله، مصدق جواب داده بوده که نامه مرقومه حضرت آقا توسط آقای حسن سالمی زیارت شد، این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم و سلام دکتر محمد مصدق. اما به هر حال آقای بنی صدر، دکتر مصدق شما همین جواب بگیرید، همین جواب، این جواب، جواب اون نامه که میگوید که کودتا در حال شدن است نیست، مستحضرم به حمایت مردم به اینکه این کودتا دارد میشود، جواب اون نیست. ولی اونی که این جعل کرده توجه نداشته که این رو سازگار کنه با محتوای نامه. اما به هر حال آقای بنی صدر، دکتر مصدق برای روحانیون محدودیت‌هایی قائل شد و از دخالت و نفوذ اونها تا حد زیادی جلوگیری می‌کرد. علت رو چی می‌دونید؟ به نظر شما چه باعث شد که دکتر مصدق تا اندازه‌ای به هر حال جلوی دخالت روحانیون رو می‌گرفت؟ ببینید، مصدق به استقلال حکومت در کار خود قائل بود. نخست وزیر، وزرا میباید در کار خودشون مستقل میبودن. این از که با دخالت دربار مخالف بود، جلوش میگرفت. با دخالت روحانیون در امور اداری کشور هم مخالف بود، ممانعت میکرد و عمده مربوط میشد به آقای کاشانی که مرتب توصیه مینوشت. مثل کفر ابلیس مشهوره، توصیه نویسی هایی شد. حتی بسیاری از روحانیون هم به ایشون گفتن آقا نه، اینقدر گلگوشا توصیه ننویس. هر کس میاد پیش شما اصلا نمیدونی که حق داره نداره، برمیدارید توصیه مینیسی، به توصیت عمل نکنن برای شما توهین و مثلا کس شأن است. بکنن خب ممکنه یک بیحقی به مثلا به تجاوزی بکنی کرده باشه به حقی، نکنید این کارو. اعتنا نمیکرد. کار خیلی دیگه بالا گرفت. حتی یه نوبت چون وزیر دادگستری توصیه و عمل نکرده بود، او رو به خانهش دعوت کرد مرحوم امیرعلایی و
و در اونجا بهش پرخاش کرد و به او سیلی زد. این است که مصدق دستور داد که به توصیه های او در دستگاه های اداری عمل نشود. همین بلا برای مرحوم بروجردی قانون هم وضع کرد که توهین به مقام مرجعیت جرم مجازات هم داره. بله. اما من به مناسبتی که این مصاحبه میخوام یه اطلاع مهمی رو با شنوندگان ایرانی در میان بگذارم، به خصوص اونهایی که در قمن و میتوانن از این ماجرا اطلاع داشته باشن. مرحوم آقا مهدی حائری، فیلسوف گرانقدر که از دنیا رفته و انسان آزاده، فرزند مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی بانی حوزه قم، در خاطرات خود میگوید که آقای خمینی حتی به آقای کاشانی هم به اصطلاح هم نظر نبود در اون چه مربوط میشد به اصطلاح مصدق و براندازی مصدق، بلکه با نظر بهبهانی نزدیک بود. در اون گزارش سیایه در باب این کودتای 28 مرداد میگوید که قرار بوده آقای بهبهانی از مرحوم بروجردی فتوا بگیره که اون فتوا مبنا بشود برای کودتا. خب کی رفته این فتوا رو گرفته؟ خدا بهبهانی که به قم نرفت. کی رفته؟ اون اطلاعی که 2 سال پیش به من دادن میگوید به اینکه اون شخص از ناحیه آقای بهبهانی نزد مرحوم بروجردی رفته، آقای خمینی بوده است. بعد که آقای خمینی به اصطلاح نسبت به ایشون سرد شد سالهای بعد از کودتا و کسی واسطه شد برای اینکه این دوتا رو با هم دوباره نزدیک کنن، چون قبل از اون خیلی نزدیک بود ایشون با مرحوم بروجردی، مرحوم بروجردی به اون واسطه گفته بود این آقا آمده بود از من چنین فتوایی را بگیرد. بنابراین اونهایی که در قمند و میتونن اطلاع داشته باشن از این واقعیت، یا خودشون در این سن هنوز زندند و میتونن اطلاع دارند، یا کسانی هستند که از پیشینیان شنیدند، این اطلاع به تاریخ ایران تعلق داره و میباید که در اختیار عموم قرار بگیره. اما به هر حال در مورد عملکرد آیت الله کاشانی در آن روزها انتقادهای دیگری هم وجود داره. حتی آیت الله خمینی با انتقاد از آقای کاشانی گفته که به آیت الله کاشانی توصیه کرده بودند تا جنبه معنوی و دینی نهضت رو تقویت کنه، اما او بیشتر خواهان تقویت جنبه سیاسی نهضت بود. به تصور شما آقای بنی صدر، آیا این انتقاد از آیت الله کاشانی به جا و رواست؟ انتقاد که البته به جا و رواست. موقعیتی که کاشانی داشت وقتی از تبعید بیروت به ایران برگشت با اون استقبال بسیار بزرگ و اون انتظاری که جامعه داره از یک مقام روحانی چه میباید بیان کننده همون معنویت باشه، و این که این به کلی اون رو از دست بده و وارد بشه به قلمروی سیاسی تا جایی که اصلا دیگه مثل هیچ معنویتی چیزی تو کار نیست. میدونید که بنابر همون اسناد، یعنی بنابر اسنادی که دولت امریکا انتشار داده، نخستین کسی که نامزد نخست وزیری کرده بودن آقای کاشانی بود، بعد زاهدی رو نامزد کردن و جانشین او شد. بنابراین یه آدمی که بعد شد رئیس مجلس، بعد شده نامزد، از نایه کی؟ کسانی که میخوان کودتا کنن، بعدم رفته تا کودتای 28 مرداد. چیزی از معنویت در این رفتارها نبوده. آقای بنی صدر، به نظر شما چرا در اون روزهای حساس روحانیون قم سکوت کردند و در واقع واکنش مناسبی نشون ندادند؟ آیا علتش این بود که بین آیت الله کاشانی و روحانیون قم اختلاف یا شکافی وجود داشت، یا علل دیگر اجتماعی یا سیاسی موجب این سکوت بود؟ عرض کنم به شما، بله، این سکوت همیشه مورد اعتراض بود، این اعتراض همچنان هست. چیزی نیست که از یاد رفته باشه یا اونهایی که این اعتراض داشتن پس گرفته باشن. خب اون الان هم این اعتراض وجود داره. مگه الان خیال میکنید که به این رویهی که قم، نجف، شهرهای مذهبی بزرگ در قبال این رژیم دارن اعتراض نیست؟ الان هم این اعتراض هست. بله، منظورم اینه که علت سکوت چی بود؟ آیا به خاطر مسائل اجتماعی یا شایعاتی بود که در میان مردم وجود داشت که دولت مصدق فرضاً یک دولت سکولاره، یا اینکه به هر حال حمایت حزب توده تا اندازه موجب دلسردی روحانیون شده بود؟ نه، اونا که میدونستن حزب توده از مصدق حمایت نمیکنه، عکسش هم هست. اما چنین شایع شده بود آقای دکتر بنی صدر؟ شایعه کی کرده بودم؟ کودتاچی ها را انداخته بودن دیگه. مثلا
یکی از کارهایی که کودتا جای کرده بودن که در همون گزارش هم هست، البته قبل از اون گزارش هم در ایران همه میدونستن، مثلا دو نفر از روحانیون سلا تابع بهبهانی کارشون این بود که شبنامه می نوشتن که خطاب به روحانیون از قول حزب توده که سرهاتون رو به دار می کشیم، چه می کنیم چه نمی کنیم. اینها کارهایی بود که کودتاچی ها می کردن به حساب حزب توده می نوشتن برای اینکه روحانیون رو برانگیزن بر ضد مصدق، و سکوتشون دلیلش این بود که اون به اصطلاح معتقد نبودند که در برابر انگلیس و امریکا میشه ایستاد. این تصورات ذهنی که روحانیون داشتن که با قدرت نمیشه جنگید، هم قدرتی مثل انگلیس و امریکا.